مشعل به دست نسل جدیدی از آمریکاییان رسیده است. و اون موقع بود که احساس کردیم همونطور که جان کندی گفت ما میتونیم. جهان در تلاطم بود و او رئیس جمهوری ایالات متحده شد. او از جمعیت انرژی میگرفت. او عاشق این بود که بین مردم بره و با اونا دست بده. او میخواست مردم احساس کنن که او هم یکی از خودشونه. و در مقام یک مرد آزاد افتخار میکنم که بگویم من یک برلینی هستم. Ich bin ein Berliner. اگر یک مسئله درباره سیاست خارجی کندی وجود داشت این بود که کندی مصمم بود دولتش از یک درگیری اتمی اجتناب کند. او در نهایت کاری رو کرد که رابرت فراست شاعر در سرودش در مراسم تحلیف از او خواست و اون تلفیق شعر و قدرت بود. تا اون زمان بیشتر مردم آمریکا خبرها رو از روزنامه ها می گرفتند. از آن زمان تلویزیون هم اضافه شد. جان کندی سال 1960 در یکی از نزدیکترین رقابت‌های تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به پیروزی رسید. کندی در دوران ریاست جمهوری با چالش‌های بسیار متعدد و عظیمی روبرو بود. تنش‌های ناشی از جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی و خواسته‌های فزاینده فعالان حقوق مدنی در داخل. دورانی که کندی در کاخ سفید گذراند بسیار کوتاه بود، کمتر از 1000 روز. اما پس از گذشت 51 سال از مرگ کندی، سبک منحصر به فرد، ظرافت و میراث او هنوز منبع الهام و گفتگوست. من روزبه مصری هستم و شما به سیمای آمریکا نگاه می‌کنید. From Dallas, Texas, the flash apparently official. از دالاس تگزاس خبری که ظاهرا رسمی است. پرزیدنت کندی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی درگذشت. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، یعنی حدود 38 دقیقه پیش. برای آنها که انقدر بزرگ بودند که به یاد بیاورند، لحظه ای بود که هرگز فراموش نخواهند کرد. در عرض چند دقیقه خبر مرگ رئیس جمهوری در سراسر کشور و در سراسر جهان پیچید. آمریکا در شوک و حیرت فرو رفت و عده‌ای بیش از سایرین دچار حیرت شدند. اعضای سازمان مخفی به ویژه آنها که در آن روز شوم در دالاس همراه و نزدیک او بودند. The airport was filled with people. زمانی که به دالاس رسیدیم فرودگاه مملو و جمعیت مشتاق ورود رئیس جمهوری و خانم کندی بود. روز قبل از اون هم شاهد استقبال و پذیرایی گرم همه مردم تگزاس بودیم. هیچ اطلاعاتی در اختیار نداشتیم که از وجود یک مشکل جدی حکایت داشته باشه. He fed off the crowd. He loved to. او عاشق جمعیت بود و دوست داشت بین مردم بره، با اونا دست بده. به همین دلیل بود که خودروی او سقف نداشت. نزدیک به پایان مسیر کاروان ویژه رئیس جمهوری، لیموزین کندی به سمت خیابان علم پیچید، خیابانی که مقابل ساختمان بایگانی کتاب‌های مدرسه تگزاس بود. من از پشت و از سمت راست شانه‌ام یک صدای انفجاری شنیدم. مطمئن نبودم که صدای تیر بود و یا آتش‌بازی و یا چیز دیگری. دیدم که رئیس جمهور گلوی خود رو گرفت و به شدت به سمت چپ خود چرخید، چون پشتش بسته بود و نمیتونست به سمت جلو حرکت کنه. And he started to slump and his head kind of what tilted down. بنابراین به سمت چپ متمایل شد و پایین افتاد. درست لحظه ای که به ماشین نزدیک شدم سومین گلوله هم شلیک شد و به سر رئیس جمهوری اصابت کرد. بعد سرش به پایین و به سمت چپ افتاد. بنابراین گلوله وارد سمت راست سرش شد. And exploded and blew out the right. من تازه داشتم وارد ماشین می شدم. خانم کندی از عقب ماشین داشت سعی می کرد که بخشی از سر رئیس جمهوری رو که از زخم ناشی از انفجار بیرون اومده بود بگیره. من فکر کردم احتمالاً باید زخم کشنده‌ای باشه، اما مطمئن نبودم. تنها چیزی که خانم کندی می گفت این بود که او جک، او جک، اونا چه کردن؟ و بعد گفت جک، دوست دارم. در عرض چند دقیقه کاروان خودروی رئیس جمهوری به بیمارستان پارکلند رسید. خانم کندی او رو محکم گرفته بود و رهاش نمی کرد. من از او خواهش کردم اجازه بده به رئیس جمهور کمک کنیم. او محکم پرزیدنت رو گرفته بود و من فهمیدم مشکلی بود که نمیخواد هیچ کس او رو در اون شرایط ببینه، چون وحشتناک بود. بنابراین کتم رو در آوردم و روی سر و قسمت بالای پشت او رو پوشوندم و زمانی که این کار رو کردم خانم کندی او رو رها کرد و ما رئیس جمهوری رو بلند کردیم و او رو روی براند کارت گذاشتیم و به اتاق اورژانس بردیم. پرزیدنت کندی کمی بعد درگذشت و مرگ او موج شوک و حیرت را به سراسر جهان فرستاد.
خبرنگارانی که این خبر را تحت پوشش قرار می‌دادند، تلاش می‌کردند تا حس سیری ناپذیر مردم برای دریافت جدیدترین اطلاعات را برآورده کنند. من پشت میز نشسته بودم و تلفن زنگ زد. من جواب دادم. دیدم خانومی میگه آیا کسی هست که بتونه منو با خودش به دالاس ببره؟ من گفتم خانوم، ما اینجا اداره تاکسیرانی نیستیم. به علاوه به رئیس جمهوری تیراندازی شده. او گفت بله میدونم. من هم در رادیو شنیدم. فکر میکنم پسرم یکی از اون کسایی که دستگیر کردن. اون مادر لی هاروی اوسوالد بود. من با او پشت ماشینی نشستیم و بیل فاستر خبرنگار دیگه رانندگی میکرد و او رو به دالاس بردیم. آنچه که در مصاحبه تعجب من رو به شدت برانگیخت این بود که او به سرعت شروع کرد در مورد خودش صحبت کردن. انگار نه انگار که رئیس جمهوری چند ساعت پیش کشته شده. اون میگفت که این مسئله چطور بر اون تاثیر خواهد گذاشت. آزوالد را در ایستگاه پلیس دالاس نگه داشته بودند و هر از چند گاهی از راهرویی که خبرنگاران و فیلمبردارها در آن صف کشیده بودند رد میشد. Nothing like this had ever happened before and everybody was just operating. چنین اتفاقی پیش از این نیفتاده بود. همه در حال کاری بودند و مثل تیمارستان بود. مردم همدیگر رو هول میدادند. کلی اتفاق افتاد. چیزهای زیادی هست که حتی امروز هم من اونها رو نمیفهمم. still don't understand today. در لافیلد لیندون جانسون معاون رئیس جمهوری منتظر بود تا مراسم سوگند ریاست جمهوری را اجرا کند. او هنگام مراسم ادای سوگند با کت و دامن آغشته به خون کنار رئیس جمهوری جدید ایستاد. او لباسش را عوض نکرده بود و این عکسی است که از او در کنار پرزیدنت جانسون هنگام مراسم ادای سوگند به سراسر جهان مخابره شد. دو روز پس از ترور، تابوت پرزیدنت کندی را در اتاق شرقی کاخ سفید قرار دادند و خانواده کندی درخواست دیگری از کلینت هیل داشتند. Mrs. Kennedy and Robert Kennedy were on the main floor of the White House and they wanted to observe. خانم کندی و رابرت کندی در طبقه اصلی کاخ سفید بودند و می‌خواستند رئیس جمهوری رو ببینن. اونا می‌خواستند که تابوت باز باشه و کنار تابوت برن و مدتی با او وقت بگذرونن. During that process she finally turned to me and she said, "Mr. Hill, will you get me a pair of scissors?" خانم کندی رو به من کرد و گفت: "آقای هیل، برای من یه قیچی میارید؟" گفتم بله خانم و رفتم برای او یه قیچی آوردم و بعد هم صدای قیچی رو شنیدم. فهمیدم که او برای یادگاری چند تار از موی سر همسرش رو میبره. او بعد قیچی رو به من داد و همراه با رابرت کندی از اتاق شرقی خارج شدند. صبح همان روز در دالاس، جک روبی، صاحب کلوپ شبانه، لی هاروی آزوالد را در زیرزمین ایستگاه پلیس دالاس کشت. خب باور کردنی نبود. من نمیتونستم اون چی رو که میشنوم باور کنم. همه میپرسیدیم چرا؟ چطور ممکنه؟ چطور روبی به زیرزمین رسیده بود؟ مردم میپرسیدن اونجا چه میکرد؟ خب اون موقع دوران دیگه ای بود. اون روزها من همیشه یک کلاه لبه‌دار به سر میگذاشتم تا شبیه کارگاه ها باشم. اون روزا اگر مردم احساس میکردن آدمی هستی که از جای مهمی اومدی، به طور کلی میتونستی وارد بشی. پوشش خبری ترور کندی نشانی از تغییر عمده‌ای در شیوه خبررسانی داشت. تا اون زمان بیشتر مردم آمریکا خبرها رو از روزنامه‌ها می‌گرفتند. از آن زمان تلویزیون هم اضافه شد. با گذشت 51 سال از ترور کندی، خاطرات شاهدان هنوز روشن و شفاف است. انگار همین امروز بود. به خاطر آنچه که رخ داد غمگینم. هنوز به نوعی احساس گناه، مسئولیت و شکست می‌کنم. تا اون لحظه همیشه تصور میکردیم که رؤسای جمهوری ما تأثیری ماندگار دارن و تقریبا شکست ناپذیرن. اینجا زندگی این مرد جوان، قدرتمند و فریبنده در اوج خود به دست یک مرد دیوانه به پایان رسید. فکر میکنم این سبب شد همه ما به ارزش زندگی پی ببریم. اون آخر هفته آمریکا معصومیت خودش رو از دست داد و از اون آخر هفته در دالاس، آمریکا دیگر هیچگاه مثل قبل نبود. جان کندی سال 1961 و زمانی که رئیس جمهور شد با خود جوانی و انرژی به کاخ سفید آورد. او و ژاکلین کندی بانوی نخست، نوع منحصر به فردی از سبک و تجمل را
با خود داشتند که در واشنگتن هرگز دیده نشده بود. Camelot, Camelot, now say it out with love and joy. آن روزگار به دوران کاملات مشهور است که اشاره ایست به نمایشنامه کینگ آرتور شکسپیر، یکی از نمایش‌های مورد علاقه پرزیدنت کندی. ژانویه 1961، رئیس جمهوری جدید و بانوی اول از کاخ سفید خارج می‌شوند و روزگار نوینی در واشنگتن آغاز می‌کنند که به عصر کاملات شناخته می‌شود. جکلین خیلی خوشحال بود. خانم‌ها عاشق دیدن او بودند و نوعی ویژگی‌های اسرارآمیز داشت. او زیاد از کاخ سفید بیرون نمی‌آمد، زیاد مصاحبه نمی‌کرد. در واقع در بسیاری از عکس‌ها هم حضور نداشت. توجه و علاقه مردم به جکی کندی از دوران رقابت‌های انتخاباتی آغاز شد. به نظر من سیاست و ازدواج با یک سیاستمدار میتونه ثمر بخش‌ترین زندگی رو برای یه زن به همراه بیاره. به نظر من همه زنان میخوان مؤثر واقع شن و سیاست این امکان رو فراهم میکنه. اما زمانهایی هم بود که زندگی در عرصه عمومی برای او دشوار میشد. او تودار بود و از دیگران دوری میکرد، مثل کندی. بنابراین تا حدی خودش را از عموم دور نگه میداشت و همین او را تا این حد جذاب میکرد. جذابیت او از مرزهای آمریکا فراتر رفته بود. جکی کندی پس از سفر همراه رئیس جمهور به اروپا به یک چهره سرشناس بین‌المللی تبدیل شد. من مردی هستم که همراه جکلین کندی به پاریس رفتم و از آن لذت بردم. شارل دوگل محصول او شده بود. او در تاریخ فرانسه تخصص داشت. دوگل بعدها به جان اف کندی گفته بود میدونی همسر تو بیش از اغلب فرانسوی‌ها از تاریخ فرانسه میدونه؟ ژاکلین کندی در دیدارهایی که از هند و پاکستان داشت هم درخشید. او به نوعی سفیر غیر رسمی همسرش بود. در وطن، خانواده کندی یک خانواده تمام آمریکایی بودند. این تصور شگفت‌انگیز مربوط به زمانی که جان اف کندی از سفر پیروزمندانش از برلین و ایرلند برمیگشت. او در بندر هیانیس از هلیکوپتر پیاده میشه و ژاکلین به سمتش میدوه و همدیگر رو در آغوش میگیرن، تصویری که به نوعی در طی 3 سال برای اولین بار دیده میشه. اما در خلوت حقیقت پیچیده تر بود. سالهای طولانی ناچار بود وانمود کنه ازدواج بی نقصی داره، امری که واقعیت نداشت. او حتی زمانی که ازدواج کرد میدونست که همسرش مرد زنبارهیه. رئیس جمهوری و بانوی اول برای فرار از فشار واشنگتن اغلب دوستان نزدیک خود را برای استراحت به ویلای ساحلی رئیس جمهوری در کیپ کاد در ماساچوست دعوت می کردند. رئیس جمهوری در بندر هیانس و کنار دریا بزرگ شده بود. این ویلا درست کنار دریا بود. او زمانی که پسر بچه بود قایقرانی رو یاد گرفت و بعد هم که جنگ شد در نیروی دریایی قهرمان جنگی بود. او شناگر ماهری بود. ژاکلین کندی بیشتر به اسب سواری علاقه داشت. تجربه‌ای که دوست داشت با فرزندانش هم داشته باشند. عاشق اسب سواری بود. از زمانی که دختر جوانی بود و تمام عمرش اسب سواری میکرد. دوستاش جان و کارولین هم اسب سواری کنن. براش خیلی مهم بود. جکی کندی بود که یک هفته پس از ترور همسرش دوران زندگی خود در کاخ سفید را با کاملات مقایسه کرد. جکی همیشه به فکر جایگاه همسرش در تاریخ بود و قضاوتی که به گفته کندی دیوان عالی تاریخ خواهد داشت. بسیاری از تاریخ نگاران میراث کاملات جان کندی را آمیزه ای از سبک و محتوا می دانند.
او در ماه‌های پایانی زندگیش کاری رو کرد که رابرت فراست شاعر در سروده‌ای در مراسم تحویل از او خواست و اون ازدواج شعر و قدرت بود. این بود بخش نخست جان اف کندی میراث به یاد ماندنی. در برنامه هفته دیگر سیمای آمریکا شاهد بخش دوم زندگی و مرگ جان اف کندی خواهید بود. شب و روزتون خوش.